بوی شیرینی میاد، یه شیرینی سنتی خوشمزه از کشور عزیزمون ایران، شیرینی حاج بادوم یزدی. این شیرینی دارای قدمت طولانی هست و با اینکه این همه شیرینی های مدرن و جدید اومده، ولی شیرینی حاج بادوم یزد همیشه و همیشه طرفداران خاص خودش رو داشته. همینطور که ملاحظه میکنید من اینجا مواد لازم رو دارم، اینجا پودر بادوم دارم که به این صورت پودر شده است 75 گرم و یک قاشق غذاخوری آرد شیرینی پزی هستش. اینها رو الک میکنم. پودر شکر دارم 150 گرم. حتما مواد خشکتون رو الک کنید. ببینیم وقتی الک میکنید دونه ها و گره های محکم و سفت اینطوری داخل شیرینی نمیره و شیرینی شما از یک لطافت خاصی برخوردار خواهد شد. حتما مواد خشک رو الک کنید. مقدار 37 گرم هم آرد نخودچی دارم. جوز هندی نصف قاشق مرباخوری، پودر هل سبز که به این صورت پودر شده یک قاشق پر مرباخوری، یک مقدار یک قاشق و نصفی میریزم، یک قاشق و نصفی مرباخوری پودر هل. یک قاشق مرباخوری هم بیکینگ پودر میریزم. اینا رو با هم مخلوط میکنم. حالا زرده تخم مرغ، اینجا دو تا زرده تخم مرغ دارم. اول این زرده ها رو اضافه میکنم تا ببینم میزان سفتی خمیر چقدر خواهد بود. 28 گرم زرده است. اگر احیانا دیدم خمیر من سفت شد باز میتونم زرده بهش اضافه کنم. بهتر این کار رو با دستتون انجام بدید تا کاملا مواد با هم مخلوط بشه. خب من یه زرده دیگر رو هم بهش اضافه میکنم، شد 3 تا زرده.
و حالا اندازه یک قاشق غذاخوری بهش گلاب اضافه میکنم. خیلی خوب بایستی ورز بدید تا خمیر صاف و یک دست بشه. برای ورز دادن هم خمیر رو به این صورت پهن میکنید و ذره ذره به این صورت از خمیر میکنید و ورز میدید با کف این قسمت کف دستتون. ببینید خمیر بایستی خشک باشه تقریبا، در عین اینکه نرم هستش ولی خمیر لطیفی هم نیست. میتونید این خمیر رو استراحت بدید، یه بذاریدش تو پلاستیک و بذارید تو داخل یخچال بمونه، یک شب تا صبح بمونه بعد بپزیدش، یا حتی میتونید همین الان بدونید که استراحت بدید شیرینی رو بپزید. ببینید دوستان عزیز، هم داخل سینی رو زیر کاغذ رو من یک مقدار خیلی کم چرب کردم و هم روی کاغذ شیرینی رو یک مقدار خیلی کم چربش کردم. فر رو هم روشن کردم روی درجه 160 تا 170 میتونید بذارید. بهتره که بذارید روی 160 یا نهایتاً 165 درجه سانتیگراد و الان من از این خمیر به این صورت حالت استوانه درست میکنم. ببینید به این قطر باشه، قطرش تقریبا 1.5 سانتی و بعد به قطعات کوچیک خمیر رو برش میدم. سعی کنید همه رو یک نواخت و یک اندازه برش بدید. به این صورت هر چقدر نقلی تر و کوچیکتر باشه شیرینی شما، به مراتب شکیل‌تر خواهد بود. با فاصله داخل سینی قرار میدم. بوی عطر بسیار خوبی داره این شیرینی. عطرش رو از هل و گلاب و جوز هندی میگیره. شیرینی بسیار لذیذی هستش. مخصوصا برای ایام عید شیرینی فوق‌العاده است. هم در سایز کوچیک بریده میشه. عزیزانی که مایل نیستن زیاد شیرینی بخورن اینطوری صرفه‌جویی میشه در خوردنشون.
الان این شیرینی ها رو درون فر که با درجه حرارت 160 تا 170 درجه سانتیگراد که گرم شده قرار میدم. من ترجیحم این هستش که روی 165 درجه سانتیگراد شیرینی رو بپزم. برای مدت 12 تا 15 دقیقه میذارم این شیرینی ها بپزه. امکان داره زودترم بپزه، بین 10 تا 15 دقیقه متغیر هستش. وقتی آماده شد نتیجه کار رو بهتون نشون خواهم داد. بسیار خوب، این هم از شیرینی های حاج بادوم یزد که بسیار خوشمزه است. امیدوارم این دستور رو درست کنید و لذتش رو ببرید. بسیار خوش رایحه و بسیار لذیذ هستش. این بو رایحش اینجا پیچیده و با اجازتون من امتحان کنم یه ذره بهتون بگم مزهش چجوریه. خدای من چقدر خوشمزه است. این شیرینی حالتی پوک و خشک داره، خیلی خوشمزه است. بیکینگ پود باعث میشه که این شیرینی اون تردی و پوکی رو داشته باشه، در این حال خشکم هست، خیلی خوشمزه. بین بیسکویت و کوکیز هست، یه چیز خیلی خوشمزیه. نمیتونم دقیقا بهتون بگم چیه ولی خیلی خوشمزه است، حتما تهیهش کنید. من که خیلی دوستش دارم، مخصوصا با قهوه یا دمنوش که دیگه آخرشه. اما من این شیرینی رو به همراه یک لیوان شیر بیشتر ترجیح میدم، چون که خیلی خوشمزه میشه. شما هم با هر کدوم از این نوشیدنی ها دوست داشتید این شیرینی رو تجربه کنید، خیلی خوشمزه است. عالی. این بود برنامه امروز. امیدوارم از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. چنانچه از این ویدیو لذت بردید و چیزی رو آموختید، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، از بازارچه آگهی ها دیدن کنید و از همه مهمتر کانال مهارت های آشپزی با نیلوفر رو هم به دوستانتون معرفی کنید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدار.